سلام، من رجا اسدی هستم و تماشای این هفته رو در نمایشگاه جذاب پیکر نگاری در هزاره سوم در گالری وایت چپل لندن اجرا میکنم. نمایشگاه پیکر نگاری در هزاره سوم نسلی از هنرمندهای نقاش رو دور هم جمع کرده که توی کارشون پیکر یا همون فیگور انسان رو بازنمایی میکنن. این نمایشگاه 40 اثر از 10 هنرمند رو گرد هم آورده که در 2 دهه اخیر نقاشی شدند. در اواخر دهه 80 میلادی بعضی از منتقدها به دلیل اشباع شدن بازار نقاشی مرگ یا پایان این رسانه قدیمی رو اعلام کردند. اما هنرمندهای خلاقی مثل نیکول آیزنمن و دینا شاتس موفق شدند تا جون تازه‌ای به نقاشی بدن و با بازگشت به نقاشی فیگوراتیو یا پیکرنگاری روایت‌های خودشون رو درباره دغدغه‌های امروزی طرح کنند. در بیشتر این کارها موضوعاتی مثل جنسیت، هویت، نژاد، مهاجرت و باورهای مذهبی از طریق بدنهایی از فرم افتاده و بی جنسیت تصویر شدند. یکی از نقاش‌های این نسل طلام مدنی، هنرمند ایرانی ساکن لس آنجلس که کارهاش متأثر از تکنیک‌های تصویرسازی در انیمیشنه. در نقاشی‌های مدنی معمولاً گروهی از مردهای میانسال تاس تصویر میشن که رفتاری خشونت‌آمیز، جنسی و گاه طنزآمیز دارن. این هم از نمایشگاه پیکرنگاری در هزاره سوم. اما در ادامه برنامه مبدی موت گفتگوی اختصاصی با سازندگان مستند برای سما، نامزد اسکار و برنده بفتا. دوربین تنها چیزی بود که باعث می شد من بتونم سختی های هر روز اون دوران رو تاب بیارم. نگاهی به 3 کتاب عکس کاوه کاظمی، عکاس برجسته مطبوعاتی. اوج مهارت تکنیکی و بیان حسی در تن و رقص ناتالیا اوسیپووا، عجوبه صحنه رقص. فیلم برای سما که نامزد بهترین مستند اسکار امسال هم بوده، در ماه‌های اخیر جوایز متعددی کسب کرده، از جمله جایزه بهترین مستند سال بفتا. و عبدالخطیب، یکی از کارگردانان این فیلم، 5 سال زندگی خودش رو در جنگ سوریه روایت میکنه. اون هم در شرق حلب، یکی از مراکز اصلی جنگ. در این سالها زندگی برای کسایی که تصمیم گرفتن در حلب بمونن سخت‌تر میشه. اما فیلم فقط تصویرگر دشواری ها نیست. بیننده شاهد عاشق شدن، ازدواج و بچه دار شدن وعد هم میشه. در نهایت وعد تصمیم میگیره به خاطر دخترش سما به تبعید اجباری تن بده. تماشا با 2 کارگردان این فیلم، یعنی وعدالخطیب سوری و ادوارد واتس بریتانیایی، درباره این مستند تاثیرگذار صحبت کرده. به حلب مدینتی سلمیه اسلام و مسیحیه نستام صور هذا الشيء اللي عم بيخلي معنى لوجودي. ما حدا منا كان عنده اي فكره كيف رح تتغير حياتنا للأبد؟ اسم فیلم هست برای سما. فیلم راجب زندگی خانواده منه و در دوره 5 ساله انقلاب در حلب میگذره. اولین مخاطب فیلم دخترم سماست که در طی فیلم برداری در بیمارستان همسرم در حلب به دنیا اومد و دوم همه مردم دنیا تا ناظر باشند ما تحت چه شرایط سخت زندگی میکردیم. سما 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 عملت هالفيلم مشانك، بدي اياك تفهمي شو اللي كنا عم نقاتل مشانه. من هم مثل خیلی از فعالان سیاسی اجتماعی سوریه که معتقد بودن تظاهرات به تنهایی راه چاره نیست، تصمیم گرفتم وقایع دوران رو ثبت کنم. به هداک الوقت کل شی بالمدینه کان کتیر حلو.
کم کم دوربین در زندگیم حضور دائمی پیدا کرد و عضو جدایی ناپذیر من و خانواده و اطرافیانم شد. جوری که وقتی دوربین همراه هم نبود، مردم میپرسیدن وعد مگه طوری شده؟ اینجوری جا افتاده بود که وعد همیشه با دوربینشه و اگه نباشه حتما یه جای کار ایراد داره. حمزه، من حامل. هیچ وقت تصور نمی کردم که قراره یه روز همه اینا یه فیلم بشه. سما، انا بعرف انك عم تفهمي شو عم بصير. بقدر شوف هالشي بعيونك. تلاشم این بود که اتفاقات و قصه های دور و برم رو ثبت کنم، چون حتی تصور نمی کردم که از اون شرایط جون سالم به در ببرم. هذا الشيء اللي عم يحرق قلبي. أنا ما بدي أموت، ما بدي أموت. بدي أعيش، بدي أجيب الولد، بدي أكبر، بدي حمزة يكون معي، بدي كل شيء. ما بدي أموت، بدي أعيش. سال 2017 به شکل معجزه آسایی از سوریه خارج شدم و فکر کردم که حالا باید این تصویرها رو تبدیل به فیلمی کنم که مردم ببینن و درک کنند که ما تو چه شرایطی زندگی می‌کردیم. ایده فیلم کم کم شکل گرفت. با ادوارد کارگردان دوم فیلم آشنا شدم و با هم شروع به کار کردیم. وعد به من تصاویر رو نشون داد و توضیح داد که شرایط چی بوده و مردم حلب چه اتفاقی رو از سر گذروندن. بعد پروسه خلق داستان یا پیکر تراشی فیلم شروع شد. هر دوی ما می‌خواستیم که فیلم به بهترین شکل ممکن در بیاد. وعد می‌خواست که به واقعیت اتفاقات حلب وفادار باشه. و برای من هم مهم بود که فیلم طوری باشه که مردم لندن و پاریس هم بتونن از لحاظ عاطفی و حسی باهاش ارتباط برقرار کنن. موقع بازبینی راش‌ها متوجه شدیم که یک حس مشترک در همشون هست. حس عمیق زنانه و مادرانه. متوجه شدیم که در خیلی از ویدیوها من دارم با سما حرف میزنم. سما. الامور صارت كثير سيئه هلا وهي اللحظات والعلاقات. برای من روشن بود که در بسیاری از لحظات روابط دوستانه مایه قدرت، قوت، ایستادگی و بقای ما شده بود و برای همین تمرکز رو گذاشتیم روی روابط آدم‌ها و اتفاقات کوچک زندگی. لهيك نحن عايشين هون هلا. ما هاي غرفتنا. هدول اللوحات مخبين وراهم الدشم يلي بيحمونا من القصف. وقتی راشهاشو نگاه کردم به نظرم اومد که چقدر خوب تونسته در همه تصاویر مسائل انسانی پنهان در لحظه ها رو ثبت کنه. در ساخت فیلم هم تلاشمون همین بود، اینکه حقیقت رو با یک روایت خوب و بیان سینمایی بازگو کنیم که مردم جذبش بشن و بخوان کل ماجرا رو دنبال کنن. عم نعمل جهدنا لنحس كأنه بيتنا. في اسعاف لازم انزل لتحت. الكاميرا بالنسبه لي كانت دوربين تنها چیزی بود که باعث میشد من بتونم سختی های هر روز اون دوران رو تاب بیارم و فکر میکنم که زنده ام و اینجا هستم تا واقعیت اتفاقی رو که در حلب افتاد بازگو کنم. سما، رح تسامحيني؟ کاوه کاظمی 14 است که عکاس مطبوعاته. عکس‌هایی که از انقلاب ایران و جنگ ایران و عراق گرفته معروفه و در خیلی از نشریات معتبر دنیا چاپ شده.
کاوه کاظمی این روزها مشغول تدوین و چاپ مجموعه هایی از آرشیو مفصلشه. کتاب تازش با نام آشوب و آرام ایرلند شمالی اخیراً در بلفاست با حضور خود هنرمند رونمایی شد. به همین بهانه تماشا با کاوه کاظمی گفتگویی کرده. کتاب من اسمشو گذاشتم My Days in Troubled Ireland. البته اسم فارسیش آشوب و آرام ایرلند شمالیه. کتابو سعی کردم از دید خودم و شخصی تر باشه. سال 1984 من مقرم بردم به پاریس و از اونجا میخواستم فعالیت عکاسیم ادامه بدم در نقاط مختلف دنیا. ایرلند شمالی اولین جایی بودش که من رفتم به خاطر اینکه تصاویرشو از دورانی که در انگلستان تحصیل میکردم یادم بود که هر شب تو تلویزیون این زره پوشا ارتش انگلیس و سربازا رو نشون میداد. این تای ذهن من بود. سپتامبر 1985 من رفتم به بلفاست و یکی از اهدافم این بودش که بتونم یه کاری روی ارتش جمهوری خواه ایرلند بکنم. بعداً یه تلفن دریافت کردم که به من گفتم بیا. از مرز رد شدیم و توی پاب منتظر شدیم و اینا داستاناش خیلی طولانیه. بعد غروب که شد سواری ماشین شدیم. بعد از مثلا 10 دقیقه یه ربع ماسک انداختن رو صورت من. بعد از 20 دقیقه نیم ساعتم برداشتن. بعد چشم که باز کردم دیدم تو یکی از این جاده های باریک کانتری سایت هستیم و رسیدیم جلوی ساختمونی که دوتا نگهبان با M16 جلوش وایساده بودن. ماجراجو بودم، خیلی جوانتر بودم، یه هدفی داشتم که مشتاق شده بودم که ایرلند بیشتر کار کنم. ببینید موقعی که در صحنه هستین، در کارزار هستین، ترسی نیست. شما فکر میکنید که این دوربینتون یه حائلیه، سپریه بین شما و اتفاقاتی که جلوی شما داره میفته. بعدن که برگشتم پاریس گفتم تازه گفتم من چه کاری کردم. همه شگفت زده میشدن که تو چطوری تونستی بری. اون عکس سربازایی که اجلای صلیب‌هایی که به یاد بابی سنز و دیگران گذاشته شده اونا دارن رد میشن، خب من اون عکس رو خیلی دوست دارم، برای اینکه در منطقه مرزیه که الان دعوا سرش هستش. ناشر من نشر نظر هستش. کتاب دوم از چهره‌های ادب و هنر ایران بودش. این برمیگرده به تقریبا 31 سال پیش. یه موقعی بودش که جنگ تموم شده بود، من موقتا مجوزی برای فعالیت نداشتم و در ضمن خسته شده بودم از بس چیزای تکراری را عکس گرفته بودم. بنابراین ایده به فکرم اومدش که روی این افراد کار کنم. عکسایشون الان نیستن دیگه، مثلا فرض کنید استاد محیط طباطبایی، ناتله خانلری، گلشیری، مشیری، شاملو. تو این کتاب 60 تا پورتره است که من یه بار شمردم 30 تاشون در قید حیات نیستن، 30 تاشون هم هستن که نسل جوانتر هستن. بیشتر خاطره که یادمه الان میتونم راجعش بگم عکس آقای شاملو بودش. موقعی که من رفتم پلوش ایشون داشت اسباب کشی میکرد، خیلی حالت یه جورایی کلافه داشت. از خانومها من عکس بیشتر داشتم ولی یه سریشون نمیخواستن با حجاب بگیرن، یه سریشون مشکلی نداشتن، یه چند نفرم مجبور شدم که یه جوری ابسترش بکنم. مثلا خانم فریده لاشایی رو پشت یه پنجره رفتش که صورتش اینجا پوشیده بود و بنابراین نشون نمیداد موهاشو. خانم سیمین دانشور رو گذاشتیم روی جلد و مشکلی نبود.
در کتاب انقلابیون گفتم که از انقلاب شروع میکنم و 10 سال بعد تموم میکنم، که این 10 سال با فوت آیت الله خمینی کتاب تموم میشه. روز 13 آبان 1357 اولین عکسامو گرفتم که روز قبلش دانشگاه درگیری شده بود و اولین استارت کار من بود. دوباره تصادفاً 13 آبان 58 که گروگانگیری دوتا 13 آبان دارم. اون عکسی که یه خانومی که با چادر هستش دستش رو اینطوری کرده که روی جلد کتاب انقلابیون اومده، این روز 23 بهمن 57 گرفته شده در داخل دانشگاه تهران. دوربین رو بردم بالا، داشتم میآوردم بالا، این خانم دستش آورد گفت نه، منم همون موقع ماشه رو چکاندم. عکس دیگه ای که خیلی شناخته شده تر بوده، عکس سرباز گریان هست که در جنگ ایران عراق سفر اولم گرفتم. یه کسی هستش که کنار جسد برادرش نشسته و روی صورت اون یه دستمال گذاشته شده و این داره گریه میکنه. عکاسی برای من یه راه و روش زندگی بوده، چیزی برای امرار معاش پول در آوردن هیچ وقت بهش نگاه نکردم. واسه همینم همیشه برای دلم عکس گرفتم و مثلا الان بعد از 38 سال 40 سال تازه داره این عکس ها رو میشه. من خودم میگم که زیرخاکی دارم یکی یکی در میارم. نمایشگاهی از عکس‌های نوشین شفیعی به نام زهوار در گالری امکان برگزار شده که سوژه شهر تهرانه. در بیشتر تصویرها به نظر میاد که شاهد آثار بجا مونده از گرد همایی‌های خیابانی هستیم. گرچه آدم‌ها در اکثر قاب‌های او غایبند یا به حاشیه تصویر رونده شدن، اما رد پای اونها با زباله‌ها و خرت و پرت‌های مصرفی به جا مونده. در این عکس‌ها سازه‌های موقتی و بدقواره فرم‌های خطی و ترکیب بندی‌های دقیقی را شکل دادند. اسکلت شهر با داربست‌ها، سازه‌های صنعتی و سرپوش‌های پلاستیکی و پارچه‌ای نمایان شده. به جای ساختمان‌های انبوه و آسمان خراش‌ها، معماری شهری تهران با چفت و بست‌ها و زهوارهای نااستوار به تصویر کشیده شده. در یکی از عکس‌ها توده‌ای شبیه به بساط یک دستفروش خیابانی رو می‌بینیم که تنها بر چند پایه فلزی و چند تکه پارچه استواره و در عکس دیگه روکش پاره پاره پلاستیکی بر نوک یک داربست فلزی جایگزین منظره کوهستانی تهران شده. ناتالیا اوسیپووا، پریما بالرینا یا تک رقصنده و ستاره رویال باله لندن، یکی از مهمترین رقصنده های حال حاضر جهانه. او را آتش فشان، ستاره، شهرآشوب و عجوبه صحنه رقص معرفی کردند. اما هیچ کدوم از این توصیفات حق مطلب رو درباره مهارت بی‌نظیر، خلاقیت و ابتکار استثنایی او بیان نمی‌کنه. اوسیپووا یکی از معدود رقصندگانیه که در کارش اوج مهارت تکنیکی با بیان حسی یکی میشه. اون چه که به من انگیزه کار میده عشق بی پایانم به رقصه. رقص مثل زبان ممتازیه که من خوب بلدم.
من رقص رو از کودکی شروع کردم. وقتی 5 سالم بود پدر و مادرم منو به مدرسه ژیمناستیک فرستادن. چند سال ادامه دادم ولی بعد پشتم یه مشکلی پیدا کرد. برای همین مجبور شدم ژیمناستیک رو ول کنم. خیلی ناراحت بودم چون رویام این بود که قهرمان المپیک بشم. رقص جایی در آرزوام نداشت. بعد از این اتفاق پدر و مادرم منو به آکادمی طراحی رقص مسکو فرستادن که باله یاد بگیرم، ولی خودم خیلی میلی به این کار نداشتم. همش میخواستم اونجا رو ول کنم. با خودم گفتم یکم میمونم و بعد میرم، اما در نهایت نرفتم و بالرین شدم. باله حرفم شد، علاقه و عشقم شد. بعد از پایان تحصیلم به باله بولشوی پیوستم و مدت 7 سال با اونا کار کردم. بعد از مدتی برای پیشرفت و اندوختن تجربه های بیشتر بولشوی رو ترک کردم و با طراحان رقص متعددی در جاهای مختلف کار کردم. در نهایت راه هم به اپرای سلطنتی لندن باز شد. ژیزل شخصیتیه که خیلی دوستش دارم و حدود 10 ساله که هر از گاهی نقشش رو اجرا میکنم. برای این نقش لازم نبود در قالب خیلی متفاوتی فرو برم، چون ژیزل به من خیلی شبیهه. من هر سال این رقص رو اجرا میکنم و هر بار که اجراش میکنم مصادف میشه با یه اتفاق مهم در زندگیم. ماجراش ماجرای عشق و خیانت و فداکاریه. بیشتر باله ها رابطه بین یک مرد و یک زنه. برای همین برای من خلق رقص بدون یه همبازی خوب غیر ممکنه. رابطه بین دو رقصنده خیلی مهمتر از رقص فردی خود آدمه. محدودیت‌های باله کلاسیک برای من خیلی دست و پاگیر بود. می‌خواستم از اون فراتر برم و چیزای تازه‌ای امتحان کنم. متوجه شدم که اصول در همه رقص‌ها یکسانه، فقط حرکات متفاوته و با هر رقصی رقصنده همون قدرت بیان رو داره. اسم این اجرا رو برای این گذاشتم رقص خالص، چون برای من رقص یک زبانه. مهم نیست اگر رقص معاصر اجرا کنم یا باله یا یه رقص دیگه. مهم نیست که کفش باله بپوشم یا هر لباس رقص دیگه ای. رقص رقصه. یه رقصنده باید در هر چیزی جذابیتی ببینه و همه رو امتحان کنه. استعداد فقط به این شکل رشد و پیشرفت میکنه.
پایان برنامه این هفته رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. یادآوری میکنم که تماشا رو میتونید روی وبسایت و یوتیوب بی بی سی فارسی دوباره ببینید. گزارش‌هاش رو هم میتونید روی تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. تا برنامه دیگه، خداحافظ.